بستان سرایهای نو برای پیشوای ملت. روسیه حضور حربی خود را در تاجیکستان مستحکم میکند. وعده های نوبتی رژیم رحمان به مردم تاجیکستان. تعقیب غیر قانونی نوبتی مهاجران در روسیه. برای پرزیدنت رحمان بستان سرایهای نوی نوی پرزیدنتی بنیاد کرده می شود که یکی از آنها در شهری قرغان‌تپه و دیگری در شهری کولاب جایگیر خواهد شد. حکومت تاجیکستان آیدی تشکیل کردن کارخانه واحدی دولتی، بستان سرای پرزیدنتی در شهری قرغان‌تپه و بستان سرای پرزیدنتی در شهری کولاب قرار قبول کرد. چخیلی که آژانس اطلاعاتی آسیا پلوس خبر داد، در اختیار تحریریت سندی وارد شده است که از طرف رئیس دولت سنه 12 نوامبر سال جاری به امضا رسیده است. اینچنین مسئولیت تأسیس دادن مؤسسه را به دستگاه پرزیدنتی واگذار کرد که رئیسش دختری رحمان می باشد. باید قید کرد که غیر از جایهای دمگیری پرزیدنت در قلمرو کشور باز یک بستان سرای گرانبهای دوشنبه موجود است که سال 2015 در ریتینگ توپ 10 موست بیوتیفول پرزیدنشال پالیسز این دی ورلد بهترین بستان سرایهای پرزیدنتی جای دوم را بعد از قصر سفید واشنگتن اشغال نموده است. قصر ملت رحمان که ساختمانش 8 سال طول کشید زیاده از 280 اتاق عبارت بوده، حجم عمومی میدانش به 9000 متر کوادراتی برابر می باشد. سنه 2 دکبر سال جاری در دوشنبه و آخری اشتراکچیان اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی آید موضوع نقش سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تامین استواری در آسیا میانه سمت های همکاری و دورنمایی میز مدور تشکیل شد. واخوری در مرکز تحقیقاتی استراتژی در نزد پرزیدنتی با یاری همکاری دوستان روسیه برگزار گردید. اشتراکچیان واخوری به خلاصه آمدند که امروز معمای تروریسم بین الخلقی و اکستریمیسم دینی به منطقه خطر جدی ایجاد میکند. قید کرده شد که چنین خطرهای جدی در شکل گوناگون کشورهای اشتراکچی سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به یک جای اندیشیدن چاره‌بینی و سری وقت آنها را برطرف نمودن وادار می‌سازد. این چنین قید کرده شد که با حرکت آمدن گروه های تروریستی وضعیت سیاسی و حربی در حدودهای شمالی همسایه کشور افغانستان را مرکب می‌گرداند. اشتراکچیان میز مدور به خلاصه آمدند که همچون یک قوای اساسی که بر ضد چنین خطرهای از افغانستان آینده به فعالیت در آمدن سازمان پیمان امنیتی دست جمعی ضرور است. این چنین ضرورت بهتر گردانی همکاری آیدی مبادله افکار، تیار کردن کادرها، تأمین کمک تکنیکی به یک دیگر، گذراندن عملیات های مشترک ضد تروریسم ذکر گردید. باید قید نمود که با بهانه خطر از طرف افغانستان، کرمل کوشش دارد تا در آسیای میانه مستحکم جایگیر شود و با این خطری وجود داشته افغانی را به آسمان ها برداشته هم مسلکان خود ظالمان لختک مانند را حمایه می نماید. در اصل هم روسیه و هم حاکمان ظالم آسیای میانه را با وجود آمدن بیداری اسلامی همچون مفکوره که به خطرهای معاصر و به تمامی معماهای انسانیت جوابگوی بوده چی در آسیای میانه و چی در جهان باشد ناآرام می سازد. حکومت تاجیکستان استراتژی نوی خود را آید رشد ملی با حشمت تا سال 2030 به مبلغ 118.1 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا اعلان کرد. در این خصوص وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان نعمت الله حکمت الله زاده سنه 1 نوامبر سال جاری در مجلس نمایندگان بیان کرد. چخیلی که وزیر قید کرد عملی گردیدن چنین استراتژی برای کشور امکان می دهد تا معماهای مهم از جمله رسیدن به استقلالیت انرژی، رهایی یافتن از بنبست نقلیاتی و تأمین امنیتی آذوقه‌واری حل گردد. با گفته حکمت الله زاده علاکه سال 2025 از 3 نقشه 2 تایش حل شده در سال 2030 همه نقشه های رشد تاجیکستان عملی می گردند. این چنین وزیر گفت که در نتیجه عملی گردیدن هر 3 نقشه ها کشور نائل می گردد به حجم استحصال قوای برق از 17 میلیارد کیلووات ساعتی حاضره تا به 45 میلیارد کیلووات ساعت. سطح کمبزاعتی در کشور 2 برابر کاهش خواهد یافت. در آخر سال گذشته این نشان داد 30% بود. سطح زندگی میانه از 22% جاری تا به 50% می افزاید. با سوال آید منبعهای مبلغ گذاری چنین استراتژی او جواب داد که لایحه های مذکور را از حساب بودجه دولت
بخشی خصوصی اینچنین توسط قرض و گرانت ها عملی گردانیدن ممکن است. جالب دقت است که استراتژی نوی رشد ملی با حشمت تاجیکستان از پیشتر هم افسانوی می باشد، چون که بودجه سالانه کشور تقریبا 2.5-3 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد، یا اینکه 2% از مبلغ لازم بوده برای عملی نمودن با نام استراتژی نوی ملی می باشد. مثلا در سال 2015 تاجیکستان از 42 دولت با مبلغ 45 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا کمک بشر دوستانه به دست آورد. در سال 2015 حکومت داران از بانک رشد آسیا با مبلغ 60 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا برای اجرای بودجه سالانه پرسیده بودند. از این مبلغ 54 میلیونش در شکل گرانت و باقی مانده‌اش در شکل قرض می باشد. اینچنین از اتحاد اروپا نیز به مبلغ 6 میلیون یورو قرض طلب کردند. این همه به ما نشان می‌دهد که عملی گردانیدن استراتژی نوی ملی غیر امکان بوده، از طرف رژیم برای خاطر جمع کردن خلق برای حاکمیت را از دست ندادن بافته شده است. یعنی وضع بحران اقتصادی کشور ممکن است به تظاهرات عمومی خلق مبدل گردد. از این رژیم رحمان در تهلوکه می باشد. روسیه نسبت مهاجران مهنتی از آسیای میانه جنایت‌هایش را دوام داده ایستاده است. در این خصوص خادم جمعیتی تاجیک کریم جان یاروف در صحیفه فیسبوکی سامانه اجتماعی خود خبر داد. سنه 23 نویبر سال جاری با یاروف شهروند ازبکستان با واسطه تلفن خبر داده است که شاهد بازداشت عمومی مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی شده است. صرف نظر از آنکه آنها دارای حجت های استقامتی و اجازه کاری داشته بودند. اینچنین خادم جمعیتی ابراز داشت که 100 نفر شهروندان ازبکستان و تاجیکستان بازداشت شده به شعبه ریاست کارهای داخلی رایون میتینا روانه شدند. شهروندان ما دو شبانه روز است که خوراک نخوردند، به تشناب روی نیز اجازت نمی دهند. آخران دفعه در دادگاه به تشناب رفته بودند. یک شهروندمان را به کسلخانه روانه کردند. دیگران را در شعبه های گوناگون با استفاده شکنجه نسبت آنان داشته ایستادند. زیاده از 100 نفر شهروندان ازبکستان و تاجیکستان تنها در یک شعبه 21 نفر داشته می شود، می نویسد در صحیفه فیسبوکی خود کریم جان یاروف. یکی از بازداشت شدگان می گوید که شهروندان قرقیزستان را بعد تفتیش آزاد کرده، شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را به تفتیش داشته ایستادند. کارشناسان قید کرده می گویند که روسیه در بازی های سیاسی خود نسبت کشورهای آسیای مرکزی از عامل های مهاجران مهنتی استفاده می برد و از اینکه فشار خاصتاً به تاجیکستان و ازبکستان شده ایستاده است، عیان می گردد که مقصد روسیه از این عملیات بیشتر وفادارسازی کشورها بوده، مساعدت نمودن به روند همگرایی در کشورهای سابق اتحاد شوروی می باشد.